بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. یک قسمتی از دعای 16 هم مونده بود که اون قسمت رو به عزیزان بگم، بعد انشالله که چند سطری هم از دعای 17 هم در خدمتتون باشیم. خاطرهای مبارکتون مستحضر است که مولایمون امام سجاد علیه السلام از خدا اما نامه میخواد و جدی و میگه مژده بده در همین دنیا و نه در آخرت و علامتی بگذار که بدونم که این مژده شماست به من دادین و من اون رو بشناسم. اینا رو خوندم براتون و صحبت کردیم که اینجا به عنوان بیان مصداق از حضرت باقر سلام الله علیه نقل میکند که بشرا در آخر الزمان، یعنی در زمانهای حالا هر زمان، یه روایت آخر الزمانی هم داریم که خلاصه خواب رویای صالحه است که مؤمن میبیند یا برای او دیده میشود، که اینم باز خب خیلی زیباست و صحبت کردیم باهاتون و در مورد خواب هم صحبت کردیم و به هر حال عرض کردیم حضورتون که خواب هم به عنوان بیان مصداقه، ممکن است پروردگار مژده را به بندش به گونه های دیگر هستن بده تو این دنیا دیگه. قرآن دیگر الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. اینا رو گفتیم. حالا اینجا گفتم تمام اینه برای این است که امام به ما یاد بده و الله به حضرت مژده را دریافت کرده، اصلا حرفا نیست. حالا اینجا ممکن است به ذهن ما برسه که خب حالا خدا چجوری میخواد به من مژده بده؟ میشه انسان فکر کنه دیگه، اما دنبالش میفرماد که این ذالک لا یضیق علیک فی وسعک. خدایا با این وسعت رحمت، وسعت قدرت که تو داری، این برای تو آسان، مشکل نیست، زیقی برای تو ایجاد نمی کنه. هدایتک ادو کفی قدرتک، ارز کنم خدمت شما که بله و این در قدرتت و خلاصه قدرتی که داری نعوذ بالله تو را به زحمت بندازه. مثلا خداست دیگه، همه بر هر امری قادر است. هدایتک ادو کفی قدرتک ولایت سعادو کفی اناتک، که نه تقریبا دیگه همه به یه معناست، یعنی خلاصه تو به رحمت نمیفتی نعوذ بالله این کار بکنیم. ولا یعودو که، بازم این ثقیل نیست برای تو، فی جزیل حباتک، چی در آیت الکرسی میخوییم که ولا یعودو حفظوهما. ما این جمله است که انشالله که من نامحرمم، شماها محرم بشید به این جمله ولا یعودو حفظوهما. ما دیگه از خیلی عجیب است که خلاصه حفظ این زمین آسمان خدا را بر خدا ثقیل نیست. ولا یعودو خودت که ولا یعودو کفی جزیل حباتک التی دلت علیها آیاتک. آقا این همه تو موهبت ها کردی به ماها، احسان کردی، این ثقلی بر تو نداشته، حالا این یک ثقل در این بشرا نه ثقیل نیست. اینکه تفعل ما تشاء، خدایا تو محدود نیستی، هر کار که بخوای میکنی. به خدا این رو قبول بکنیم خیلی کار آسون میشه. و تحکم ما تورید انک علا کل شیء قدیر. این تمام شد. اما حالا دعای 17 هم که اینجا یک صحبت مختصر داریم راجع به شیطان دقیقه، انشالله عنایت بفرمید که این صحبت هم من بیم خدمتتون. دعای 17 هم عنوانش اینه و کان من دعای علیه السلام فی الاستعاذة من الشیطان و کیده،
که خلاصه هم این دعا عنوانش. و اما خودش میفرماد که این جمله اول دعاست: اللهم انا نعوذ بك من نزغات الشیطان الرجیم و کیده و مکائده و من الثقت بامانیه و مواعیده و غروره و مسائده. این هم ترجمه کنم براتون تا شرحش انشاءالله بعدا تو صفحات بعدی میاد. میشه ترجمه فارسیش بگم؟ بعد عرض کنم خدمتتون. میگه پروردگار ما به تو پناه میبریم از وساوس و از تبهکاری های شیطان. نزعت هم وساوس هم تبهکاری هاست، از شیطان رانده شده. و از کید او، هیله او و هیله های او. خب یه کید گفته، چرا دوباره میگه هیله ها؟ این در شرح انشاءالله میخونیم. و من از ثقت به امانیه، این آرزوها که به ما تلقیم میکنه، پناه میبره به تو که به این آرزوها ما اعتماد کنیم. مثلا به من پیرمرد برگرده بگه که والا بابا تو حالا حالا هستی، مثلا حالا چرا ناراحتی؟ به جوان بگه اول جوانی تا 100 سال دیگه هم هستی. از این فعل چیزا که الگا میکنه. و مواعیدهی، وعده هاش، پناه میبریم از تو که اعتماد کنیم به وعده هاش. و فریب دادناش و غروری و مساعده. و مساعد جمع مسید است، یعنی از آلت شکار، اسباب شکار. و خلاصه به این کارهایی که این شیطان ما را با اون شکار میکنه به اونا اعتماد نکنیم، انشاءالله در شرحش خواهیم گفت. خب الان اینجا میگه که خب شما گفتین که خدا شیطان رو دو قسمت کرده، جنی و انسی. و خلاصه جنی انسی که گفتیم که باز یه شیطان هست که اون شیطان مشهوری که حضرت آدم حوا علیه السلام رضیت کرده، بعدم که همچی سجده نکرده. حالا الان این دعا کدومشه؟ میخواد بگه این دعا الان، ببین در اصل، ببینید در اصل اون شیطان رو میگه، همون شیطان مشهور رو میگه. چرا؟ به این دلیل که صفت رجیم آورده. رجیم این رانده شده، رجیم لقب اون شیطانه، مدال اونه که خدا بهش داده. حالا البته میتونیم بگیم امام سجاد سلام الله علیه اینجا به ما یاد میده که بالاصل از اون شیطان پناه بریم و به تبع از همه شیطان ها. اشکال نداره، هیچ ایرادی نداره، منافات نداره. خب اینو گفتم براتون. حالا بیایم در شرحش. فرمودن که و کیدهی و مکائده. سید میفرماید که ول مکائد جمع مکیده و هی اسم من کاده و یکیده. خب به معنی کید. خلاصه میگه که پس چرا ایشون اول چه فرمودن بعد فرمودن مکائده؟ میگه و عطفه علا کیده لتنسیس علا انواع مختلفه. چقدر زیبا گفته. اول تو ذهنها آورده که شیطان اهل کیده. توجه فرمودید؟ وقتی اینو در ذهن ما کاشت، بعد میگه و مکائده، میفرمد اشاره میکند به اینکه شیطان کیدش یک دوتا نیست، کیدها دارد. پناه بر خدا میبرم. شیطان مناسب هر کس مکری و کیدی داره، یک نواخ نیست. ببین برای کسی که دیرش ضعیفه، اعتقاداتش سسته، برای اون یه چیزایی میگه. سید اینجا فرموده مثلا ایمانش ضعیفه، خیلی از هم خدمتتون که دین ایمان نداره، میگن میاد ظاهرا مسلمان ها، ولی میان بهش میگن که آه حالا از اون طرف چه خبر نیمده، حالا چرا اینقدر محرومیت میکشی، چی حالا کسی که مرده چه خبر نیمده که ببینیم چی شده. این از چیزای شیطانه. اینجا ایشان یه داستانی نقل میکنه که براتون بگم. سید علی خان خودش اینو دیده، میفرماید که ولقد سمعت، گوش بدید یه داستانیه، ولقد سمعت بعض من کان علی ظاهر الاسلام. عجب اینجوری ها، مسلمان هم بوده شخص، بر ظاهر اسلام هم بوده، اسمش هم تقی بوده، ولی بوده، علی بوده، توجه فرمودید. اما چی میگفته؟ یقول، من دیدم، این میگه سید، میگه اینه دیدم،
میگه انه لم یأتنا ممن مات خبر نتحقق معه امر الحساب والعقاب. کسی از مرده ها نیامده که به ما بگه که ما متحقق بشیم، یقین پیدا کنیم که امر حساب کتاب چیه. و انما هو شیء یقال، یه چیز گفته میشه. میگه فلا ينبغي، اون آدم گفته، للعاقل ان يترك لذات الدنيويه خوفا من امر غير متحقق. الله اکبر، عین القاء شیطان. میگه بر عاقل سزاوار نیست که لذت های دنیا رو ترک کنه برای ترس از امری که اصلا تحقق نیافته. اصلا من نمیدونم چی اون با آدم چیکار میکنن. میفرماید که فنهیته عن مثل هذا الكلام. سید میگه نهیش کردم، گفته این حرف رو نزن. فاعرض عنی، از من روگردان شد، اصلا بعدش اومد گذاشت رفت. بله، شیطان مکائدش یک بحثیه که مناسب هر کس اقدام میکنه. توجه فرمودید، من پدرم اعلی الله مقامه در مباحث اخلاقی خیلی تخصص داشت و مفاد کلامش این بود، میگفت شیطان همه جا سرمایه گذاری نمی کنه، میدونه کجا سرمایه گذاری کنه، اصلا همه جا صرف وقت نمی کنه. الان بنده شما، این خانما، این دخترامون رفتیم یه چیزی بخریم، آیا بسته چایی بده مثلا، بقال روشو میکنه اونور چایی بده، ما یه دونه شکلات بدزدیم، هرگز نه من میکنم نه شما، یقی من بابت همه تون قسم میخورم. چرا نمی کنیم؟ آخه شیطان اینجا سرمایه گذاری نمی کنه، میدونه یه دونه شکلات از من و تو دلبری نمی کنه. اما یه جا میاد خواهی کار خیر انجام بدی، یه کاری میکنه، ریا میکنی. شکلات که چیزی نیست، احسن آفرین خیلی شیرین تر از شکلاته. اون مردی که توبه کرده بود در تاریخ میگوین که گفتن چطور شد توبه کردی، خیلی آدم فاسقی بوده، گفت والا نشستم با خودم خلوت کردم، دیدم من یه موجود خطرناکیم. همه رو نمیخوام بگم، الان وقتمون ایجاب نمیکنه. گفت میشستم دیدم من الان، منی که ممکنه برم توی ترازو مثلا 60 کیلو 70 کیلو باشم، یخ بخوام بشیرم یه ذره زمین جا میگیرم، اما من مثل کره زمین یه چیزیم، من کوه آتش فشان دارم. چی؟ گفت دیدم کوه آتش فشان دارم به نام حب ریاست. بخواد آقا آتش فشانی بکنید میسوزونه دنیا رو، میسوزونه. آتش فشان دارم، دریا دارم. حالا به هر حال سرمایه گذاری شیطان که میفرماد و محله فعطفه علا کیده لتنسیزه علا انواع المختلفه، اول کید شیطان رو میکاره در ذهن ما. اللهم اینا نعوذ بک من نزعات الشیطان الرجیم و کیده و مکائده. بله، قضیه رو براتون گفتم در گذشته، عیب نداره بکم چون ظریفه. شاید این دو تا سه تا از آقایون خواهرها نشنیده باشن. ببینید آقایون خواهرها، روزی باید به دست دادن برسه. روزی همش خوردن نیست، روزی معنوی، کتاب، لباس، تمام اینا روزیه. من به شما عرض کردم چون بالاخره اشتغالم به کتاب شناسیه، گاهی وقتا بالاخره از جبهه خارج میشم میرم اونا رو میگم. یه وقتی بنده دیدم که این داستان رو عنایت بفرمید، جالبه، هم شوق در شما ایجاد میکنه، هم مطلب شیطان رو میخوام بگم انشالله. بنده دیدم مرحوم میرحامد حسین صاحب ابقات رضوان الله علیه یک کتاب خونه ایشون داشته، میگن به بزرگی صحن بزرگی حضرت معصومه سلام الله علیها بوده. بی تردید بهتون بگم، از موضوع خارج نشم، بی نظیر بوده. کتابخانه عرض شود که صاحب ابقات در دنیا نظیر نداشته. حالا از نظر کیفیت، کمیت چیزی نیست. خلاصه من دیدم که ایشان میفرماید که حافظ مقریزی در مقفا میگوید. چرا این داستان رو میخوام بگم؟ چون یک چیزی راجع به شیطان از این مسیر به دست آوردم. بفرمید که از اینجا تا لبنان رفتم، درسته که بگم،
آقا حالا چرا؟ مگه شیطان اینقدر مهمه؟ شیطان مهم نیست، خودمون مهمیم. اگه ما کشف بکنیم یه وقتی فلان دوا برای بشر، فلان غذا، فلان گیاه برای بشر هلاک کننده است، ها؟ دو سال مگه صرف وقت بکنیم میارزه؟ چون تو اخبار میبینید که آقا کشف کردن که فلان دوا خوبه، فلان گیاه، فلان چیه. خلاصه حافظ مقریزی در مغفا گوید، خدای مغفا چیه؟ ای خدا، آخه کتابخانه صاحب بقات اعجوبه بوده. هنوز که میگم خدای تو شاهدی، کتاب شناسان هنوز بعضی از کتاباشو دیدن و نشنیدن. اینجوری بوده، اعجوبه بوده. خلاصه ما رفتیم در لبنان، حالا من یه نمیشتم اینها کلن کل قضایی ها بالاخره تکوینن برای این قضیه شد، ولی من چون به این قصد نرفته بودم، یه دیگه داشتم. آقا دیدیم که یک نمایشگاه کتابه، رفتیم با دوستمون توش. یه خانم محترمی، یه 50 ساله 40 ساله اینجوری محترم، خیلی سنگینم فروشندش بود. دیدم آقا عجب، تو قفسه کتاب گذاشته المقفل کبیر. ای وای، این همونی که صدا میر حامد حسین گفته، نگو تازه نسخش به دست اومده چاپ شده. اومدم رفته محل اقامت، یک دفعه سر نهار دیدم آقا من نمیتونم نهار بخورم، خدایا چیکار کنم؟ بله، به این صاحبخونه گفتم پاشو بریم کتاب چیز نمایشگاه. گفت آقا میریم، چرا ناراحتی؟ گفتم دیگه به من قرار ندارم، پاشو بریم دو لقمه بعدن میخوریم دیگه. گفت خیلی خوب آقا. آدم مهربونی بود. سوار شدیم رفتیم، دم همین خانم اونجاست و چون مشک داغبی بود دیگه، صبح تا شب بود. گفت به المقفا، گفت بله فقط یه دوره باقی مونده. ای وای، نگفت برای این بوده من بیقرار بودم. گفتن یه دوره فقط باقی مونده. و یه دوره بنده گرفتم برای اولین بار و خودم آوردم به ایران. حالا بعدم دیگه بالاخره الان نعمت زیاد شد، الان همه جا کتاب ماشاءالله. خلاصه نگوی قسمت بوده، این من آوردم 8 جلد بوده، فهرست چی نگاه کردم این برو مر زدم، خلاصه سرتن در نیارم. دم رسیدم به شیطان، یه چیزی گفتم آقا نمیدونم، برنامه رادیویی داشتیم یا برنامه سیما بود و بعضی از علمای ربانیین تکون خورده بودن، پیغام داده بودن که این کجاست این حرف، تکون خورده بودن راست راستی. یعنی جنبندی این شد که چند هزار کیلومتر راه بنده رفتم و این درد بی درمان را کشف کردم. به لطف خدا، کار خدا بود. گفتم به مردم ببین این برای موم مقدس است. گفتم که برای هر کس مناسب خودش سرمه گذاری میکنه. ببین به این کاسب میگه خدا نکده دور از جون همه کاسبا، کاسبای منحرف رو میگم، کاسبای ما خوبن، به این چیزی بذار مثلا این سنگین بشه، مثلا گوسفند رو میخوام بفروشم. من شنیدم، من نمیدونم چون من از این اهل حرفا نیستم، بله، ولی میگم مثلا یه ذره نمک میدم میلیسه تشنش بشه، یه ذره آب بخوره، مثلا یه 2 کیلو بیشتر نشون بده. پول 2 کیلو چقدره که آدم به خاطر میره جهنم؟ یا مثلا فرزند چیزایی دیگه شنیدم آب میپاشن سنگین تر نشون بده، ولی چیزایی مختصر میرن جهنم. حالا اما موم مقدس چیکار اونجا؟ نه دیگه، اون نه اهل دزدیه نه کم فروشیه، اونو چیکار میکنه؟ حالا گوش بده، این چند هزار کیلومتر راه رفتم برای این که گفتم به شاید جمله نظیر این باشد، میگه کفال شیطان نصیبم فیک. چیکار میکنه؟ ان ینقلک من طاعت الى طاعه، از طاعتی به طاعتی انتقالت میده. نشستم دعای کمیل میخورم، میگن عمت مریضه، حالش هم بده، میگه حالا میریم، حالا فعلا کمیلی میذاره جلوت که عمه رو نبینی، اونم میفته میمیره. یا مثلا میخوای کمیل مثلا بخونی، میگه برو عمت ببین که کمیل از چنگت در بیاره. ببین ان ینقلک من طاعت الى طاعه،
علی کل حال حالا اینجای وسوسه تولید میشه که ممکنه یکی بگه که آه من الان کمیل میخونم فلان دعا را میخونم، نکنه نقل شیطانه مثلا؟ نه، نقل شیطان نیست. ببینم کجا بدونم نقل شیطانه؟ آه شیطان من نقل کرده از اینجا به اونجا، یا مثلا نرسم خدمتتون که خب دواش میگم براتون. دواش این است که ببینید عزیز من، خدای متعال در قرآن وعده هایی داده، این وعده ها العیاذ بالله ردخور نداره همش عزیز من. ببین خدا به متقیان که اهل پرهیزن پابندن عبادت کنن، خدا به اینها یک نیروی فرقان میده، یعنی فرق میذارن بین حق و باطل و میفهمن و تشخیص میدن که در شیطانه. البته این تو تقوای خیلی بالایی میخواد که خدا نصیب هممون بگردونه. خب یه جمله دیگه بگم یه خورده دیر میشه. بله از کم خدمتتون که و ان یطمع نفسه فی اذلالنا عن طاعتک، خدایا پناه میبریم شیطان نفس خود را وادار کند که طمع کند در گمراهی ما، یعنی طمع گمراه کردن ما را داشته باشد از طاعتت. ما از طاعتت گمراه بشیم، یه همچین طمعی داشته باشد شیطان، پناه میبریم به تو. و امتحاننا به معصیتک، امتحان یعنی چی؟ ها امتحان با ها احطی همه تون بلدین امتحان دیگه معلومه، اما امتحان با ها حوز عزیز من به معنای استخدامه، یادتون باشه با ها حوز این چی؟ استخدامه. و امتحاننا به معصیتک، خدایا پناه میبریم به تو از اینکه شیطان ما را استخدام کند با به معصیت تو، به خدمت بگیری و گناه بکنیم به خوشحال بشه. او ان یحسن عندنا ما حسن لنا. وای وای این ندارم، این جمله با جان من داره بازی میکنه، نمیدونم چیکار کنم. ای خدا، خدایا پناه میبریم از اینکه شیطان، عرض کنم که او ان یحسن عندنا ما حسن لنا، یا اینکه شیطان چیزی را که برای ما زیبا قرار داده ای واقعا در نزد ما زیبا بشود، یعنی چیزی را یک کاری کرده که من این کار زشت رو زیبا میدونم، او یحسن ان یحسن عندنا، یا چیز زیبا باشد نزد ما، اون چیز چیه؟ ما حسن لنا، اون چیز را که او زیبا کرده. او ان یسقل علینا ما کرها الینا، یا چیزی را که بر ما مکروه کرده، دوست نداشتنی کرده، سنگین بر ما سنگینی کند، یه چیزی را، یه عبادتی، یه طاعتی، کاری کرده که بر ما ثقیل اومده، بنابراین چون ثقیل اومده دیگه از آن بدمون میاد، نمیخوایم بریم دنبالش. نه، او ان یسقل علینا، یا سنگینی کند بر ما، چی سنگینی کند؟ ما کرها الینا، چیزی را که بر ما مکروه کرده، این عمل سنگین او مکروه کرده. البته استثناء داره، یه وقت هم کار شیطان نیست، این تخصصیه، یه وقت ادبار نفسه، این را بعدا انشالله اگر صلاح بود براتون میگم، یه وقت ادبار نفسه، یه وقت تخصصیه کاملا، برای همین میگم که این کارهای اخلاقی خیلی تخصصیه. آقا امروز من یه کاری و حوصله‌شو ندارم، شیطان برام سنگین کرده، یا ادبار قلبه، تشخیصش با استاده. حالا یه وقتی ادبار قلبه، طرف میکنه که فکر میکنه شیطان سنگینش کرده، نه اون تشخیصش با استاده. آقا جون ادبارم میاد، یه وقت دست تو نیست، این القلوب اقبالم و ادبارم، این طبیب نفوس عالمیان امیر المومنین سلام الله علیه میفرماد قلب یه وقت پشت میکنه، یه وقت رو میکنه. بله میفرماد وقتی که اقبال کرد کار ازش بکش، بشین کمیل بخون، نماز شب بخون، و ایزاعت برد، اما ادبار کرده. ای خدا میگه حال ندارم. خب میفرم به واجبات قناعت کن،
واجبات قناعت کن بخواب، انشالله که شیطان نیست. حالا اگر کار شیطان باشد اون تشخیصش با شما نیست و با من نیست. ببین دقتنا آخرین جمله منو بگیم که بمونه برای بد او ان یحسن عندنا ما حسن لنا. خدایا پناهیم بریم از این که این چیزی را برای ما زیبا کنه، قلم داد به درک زیبا نیست، یا چیزی را بر ما مکروه و ثقیل قلم داد بده درک نه ثقیل نه مکروه. این شیطان. خیلی خوب، اینا باشه تا بعدن صحبت کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.